از خواب برخیز، بیداری نزدیک، از خواب برخیز، بیداری نزدیک، هوشیار باش آزاد، آزاد باش هوشیار، ابرها از خورشید بیزارم، ابرها از خورشید بیزارم، باران شد. قبل از شروع برنامه دو نکته بسیار مهم رو باید توضیح بدم. نکته اول این که به حال ممکنه که در شأن بچه های ریستارت نباشه که لیدرشون راجب بعضی از اشخاص حرف بزنه و یا اسم اونها رو در برنامه بیاره، اما چون این برنامه شب بخیران 89 مسلسلوار وصل به اپوزیسیون ها و گروه ها و دارای تاریخچه خیلی خاصی هست، متاسفانه مجبوریم که از بعضی از افراد هم نام ببریم و یا سربسته توضیح بدیم. پیشا پیش از میلیون ها ریستارتی من عذرخواهی میکنم. نکته دوم اینه که هر زمانی که من خواستم برنامه شب بخیران رو پخش کنم، حدود نیم ساعت یک ساعت واقعا با خودم کلنجار رفتم تا بتونم به خودم بقبولونم که به این اپوزیسیون حمله کنم، راجع به اون آدمه حرف بزنم، و این واقعا در شأن خود من هم از بچگی نبود. یعنی اونایی که در تلویزیون ایرانم هستن میدونن که حسینی پشت سر کسی غیبت نکرده، اصلا توی این وادیا نیست، و کسی که حافظ و مولوی اینا میخونه خیلی علاقه من نیست که در دنیای لجنزار سیاست حرکت کنه، قدم بذاره و یا راجع به بعضی از آدم ها منفی بگه یا مثبت بگه، فرق نمی کنه. شاید من از بچگی هیچ وقت فکر نمی کردم مثلا مجبور شم راجع به شخصی مثلا جنتی حرف بزنم، واقعا نه اینکه ایشون سرور جهان هستی و ما خاک پای همه جهان هستی، اما اینکه یه لقمه حافظ خوندن این اجازه رو به من نداد. اما بعد از نیم ساعت 45 دقیقه با خودم کلنجار میرم که بیام راجع به آدم ها حرف بزنم و گروه های سیاسی، تلاش میکنم که توجیهی برای خودم بیافرینم که با این توجیه بتونم حرفامو بزنم، و هر بار که به این نقطه میرسم، یعنی یک ساعت اعصاب خودم رو خراب میکنم که به خودم بقبولونم باید نه حرفو بزنم، این توجیه منو قانع میکنه که حسینی سمت راست یک ملتی هنو 80 میلیون نفر و سمت چپت یک گروهی هن، گروهکی هن یا یک خانواده سیاسی هند. اگر حقیقت رو نگی به این 80 میلیون خیانت کردی و حق ایناست که تو اسرارشون رو فاش کنی و راجبشون حرف بزنی حتی اگر توهین کنی. چرا؟ زیرا که اینها میخوان به زور وارد سیاست بشن و برای اون 80 میلیون تصمیم بگیرن. زمانی که مغزم خطور میکنه که من مجبورم به خاطر این 80 میلیون این خانواده رو فدا کنم، فوکوس میکنم روش، شاید میگم که توجیه قوی حسینی و هرچند در شأنت نیست اما حقیقت ها رو بیان کن. و خانواده سیاسی اگر وارد سیاست نمیخواستن بشن و میخواستن زندگی کنن و نمیخواستن که برای مردم تصمیم گیری کنن، قطعا ما راجبشون حرف نمیزدیم. کما اینکه از زمانی که وارد سیاست هم شدیم قبلا
به قول تلویزیون ایران 84% ایران به من رأی دادن اول، ولی الان حدود مثلا 70% شاید هنوز من رو بهم علاقه دارن. 10% کم میشه، 20%، 15% رفتم تو گروه های دیگه که حالا اونا میان تو صفحات ممکنه مثلا دادم بزن. من هم پامو گذاشتم تو سیاست، به همین خاطر زیادم ناراحت نمیشه. این دو نکته بسیار مهم بود که براتون توضیح بدیم تا شب خیران 89 رو آغاز کنیم. اپوزیسیون ریاست میدون از کجا آمده، آمدنش به حال چه بود، تکلیف مشخص. یعنی روزی که من از ایران اومدم بیرون، هیچ رسانه‌ای و هیچ تلویزیونی و هیچ مدیایی از معروفترین آدم تلویزیون که از کشور اومده بیرون حرفی نزد. این جوابی است برای تمام گروه‌های سیاسی و طرفداران این گروه‌های سیاسی که میگن حسینی چون به رضا پهلوی حمله کرد گروه رضا پهلوی باش درگیره، چون به مجاهدین یا اصلاح طلب ها حمله کرد اینها الان این کارو میکنن، چون به وایس آف آمریکا اسرارش ریخت بیرون داره بهش حمله میکنه یا بی بی سی. و جواب این افراد که سوالی کاملا احمقانه دارن میپرسن در گذشته یافت میشه. یعنی حسینی از تلویزیون اومد بیرون و از کشور رفت بیرون و هیچ کار سیاسی نکرد، اما وایس آف آمریکا، رادیو فردا و رسانه ها و اپوزیسیون ها از اون هیچی نگفتند. جمهوری اسلامی گفت این کلاهبرداری کرده، اینطوری کرد. حتی یه رسانه نیاد بگه آقا حسینی شما که انقدر معروف و محبوب بودی اومدی بیرون، این داستان چیه؟ حتی یک سوال هم نکرد. اینجا نشون میده که یک تیم اون بالاست که داره تصمیم گیری میکنه و از هر گروهی یکی تو این تیم هست. یعنی این تیم گفته حسینی از کشور خارج شده، تمام رسانه ها سکوت کنید، اما همین رسانه ها راجع به نفر دهم خبرگزاری خبرنگار ارتشت که در ترکیه یا در ژاپن یا نوشابه کچخورد خبر میزنن. از معروفترین آدم تلویزیون هیچ خبری نبود. بعد من وارد آمریکا شدم، جمهوری اسلامی دستشویی کرد خودش، گفت دیگه این رسید، دیگه ما تمام زورمون رو زدیم وارد آمریکا نشه، دیگه رسید. از اونجا شروع کرد زنگ زدن که چی باید بدیم، چقدر بدیم. گفتم متاسفانه من از بچگی مشکل روحی روانی بزرگ دارم و اون اینی که خودم رو سعی کردم نفروشم. و نمیفروشم و نفروختم. یعنی این اسنادی رو که میخوایم امروز توضیح بدیم و حرفایی رو که میخوایم امروز برای شما توضیح بدیم، مطالبیه که شما باید بهش فکر کنید. ما چه کردیم در این 4 سالی که اپوزیسیون ریستارت بعد از برنامه ریستارت پخش شد؟ پس اول ما برنامه ریستارت پخش کردیم، 1 سال هیچ رسانه‌ای از ما حرف نزد. بعد شب بخیر ایرانی که ما 2012 شروع کرده بودیم، جلوتر از تمام سیاسیون آینده سیاسی کشور رو توضیح دادیم، شروع به پخشش کردیم، باز هم از ما حرف نزدن، ما سانسور بودیم. چطور ما سانسور بودیم؟ ما چه کردیم؟ به کدامین گناه سانسور بودیم؟ مگر اینکه اپوزیسیون های داخل و خارج، سازمان های امنیتی منو کاملا میشناختن. این تنها توجیهیه که منو سانسور کردن. یعنی دقیقا میدونستن چه آدمی اومده بیرون. به همین خاطر چون باهوش بودن از همون اول گفتن آقا از تمام خاندان پهلوی مطلب بزنید، از مجاهدین بزنید،
از اصولگراها بزنید، از اصلاح طلبها بزنید، از بچه های آخوندها بزنید، از در پیترین آدم ها بزنید، بی سوادترین آدم ها بزنید، از حسینی بزنید، میگیریمتون. مگر اینکه اونا میشناختن و میدونستن موضوع چیه. خیلی جالبه که تو یه بزغاله که داریم برمر نگاه میکنی و غیر ریستارتی هستی داریم حرف ها رو گوش میکنی، تو یه بزغاله که یک میلیاردیوم من هوش نداری اومدی خارج از کشور اپوزیسیون زدی، 500 هزار دلار پول گرفتی و بعد فکر میکنی من بلد نیستم پول بگیرم. خدای هوش تلویزیون ایران که اصول گراها اومدن رفتن، چپا اومدن رفتن، اصلاح طلبا اومدن رفتن، کمرکان رو آنتن تلویزیون با هوش رو خطی حرکت میکرد که محبوبیتش حفظ شه ولی سیاسی نشه، این چین همچین همچین آدم با هوشی بزغاله فکر میکنه میاد بیرون نمیدونه چیری پول در بیاره. احمق، تو واقعا چی فکر میکنی راجع خودت؟ کوچولو، تو بزغاله فهمیدی که بیای بیرون بری آبا توده بزنی پول بگیری اون پشت؟ من نمیفهمم. تو بزغاله که تو تهران تو ایران بارد علف نمی کردن، اومدی اینجا واسه خودت چیچیک را انداختی، اپوزیسیونک را انداختی، پول گرفتی از اینا و من بلد نیستم بگیرم. و واقعا چی فکر میکنی راجع خودت؟ نفر اول تلویزیون ایران بلدی پول در بیاره؟ چرا؟ من کاملا میدونم که اگه به چسبم مجاهدین پول در میاره، اگه میچسبیدم به مجاهدین زودتر از اینا تلویزیون زده بودم. من میدونستم اگه به اصلاح طلبها به چسبم پول در میاره، اگه به سپاه به چسبم پول در میارم، اگر به وزارت اطلاعات به چسبم پول در میارم. اما هیچ بیناموسی در کره زمین وجود نداره که به این گروه ها نچسبه و تلویزیون داشته باشه. کاملا میدونستم. آفکورس که خودمو نفروختم. یک مسیجی از یکی از ایران اومد، گفت تو یک جلسه ای داشتم راجع به اعدام آقای زم هم تا حرف می زدن، بعد یکی گفتش که این حسینی فلان این حرفا، بعد یه فرمانده، یکی از فرمانده های سپاه گفت اصلا آقای حسینی رو، آقای حسینی رو شما با زم و گروه های سیاسی یکی نکن، آقای حسینی خدای ایناست، آقای حسینی دشمن ماست، اما حداقل خودش موساد نفروخت، خودش مجاهدین نفروخت، خودش به سلطه طلبان نفروخت، به ما هم نفروخت، به اصلاح طلبان هم نفروخت. اصلا قابل قیاس نیست این دوتا با هم. دشمن ما راجعه ما اینجوری فکر میکنه و درست فکر میکنه، چون اونا هم شماره حساب منو توی آمریکا دارن، سوشال سیکوریتی منو میزنن، این همه ایرانی جاسوس میزنن توشو، میگن چقدر پول توش هست، قشنگ میدونن. گفتم آقا حسین قیاس نیست، قابل قیاس نیست، حداقل مرد بوده خودش به کسی نفروخته، دشمن ما هست اف کورس. همینه، ما چه کار کردیم تو این 4 سال؟ نمبر 1، تمام اپوزیسیون ها رو تست کردیم. یعنی من اومدم خانواده پهلوی را بالا تا پایین شستم که تو و خودش و طرفداراش بفهمن که اگر او به حکومت میرسید و من در تلویزیون ایران زندگی میکردم، رضا پهلوی کاری میکرد که من از کشور فرار کنم. یعنی همین کاری که جمهوری اسلامی میکرد، ما حمله میکرد و ما رو سانسور میکرد و صدای ما رو میبست. من به طرفداران مجاهدین خلق، به حزب سیاسی مجاهدین خلق و به ملت ایران ثابت کردم که اگر مریم رجوی بیاد روی حکومت، من در تلویزیون ایران اگر بودم
دوباره مثل الان در به در می شدم و اون صدای من رو می بست. تو سایتشون زدن حسینی تروریست و این کار اونجا می کرد. تازه الان دستش به من نمی رسه، نه این نه رضا، وگرنه می کشت. تک تک این دوستان رو شناختم. من رضا پهلوی رو کی شناختم؟ وقتی وارد واشنگتن شدم از دفتری زنگ زدم آقای شاهزاده میخواهن به شما جلسه بذارن. گفتم به دو شرط جلسه اشکال نداره. بفرمایید. گفتم یک، عکس نگیرن، دو، تو دفترشون من نمیام، بیرون یه جایی بذارن. یه رو بعد زنگ زدم باشه. وقتی رفتیم تو جلسه بهش گفتم که یک گروهکی هم دوست داره که شما رو ببینه، التماس داره میکنه، یه افته رو پای ما جیغ و داد میکنه و گریه که یه کاری کن منم شاهزاده رو ببینم. گفت اونا آدم های کسافتی هن، آدم فلانی هن، اصلا نمیشه. گفتم واقعا؟ گفت آره اصلا. خیلی مراقب باشید. اوکی. فردا با اینا جلسه گذاشت رضا پهلوی. اونجا شناختم. من رضا پهلوی رو سال 96 اگر تو نشناختی 98 بهت شناسوندم. 96 گفت خشونت نکن، 98 میگفت بکش، بزن، آتیش بزن. منم ضربمو زدم. همون گروهکی که میگفت جلسه باهاشون نمیذارم بد گذاشت، منم رفتم به اون. اسرار فرح و رضا پهلوی که در روسیه چیکار کردن رو گفتم. اون احمقم کتاب کرد، با پول خودشون پخش کردن تو تلویزیون ها. تا الان هم خره مای نمیدونه اسراری که ما بهش گفتیم و پخش کرد. ما هم ضربمون زدیم. سیاسیه دیگه، جنگ دیگه. کل خانواده رضا پهلوی رفت به هوا. من مجاهدین خلق کجا شناختم؟ زمانی که العربیه زد حکومت آینده دست ریستارت مطلب حذف شد. من مجاهدین خلق کجا شناختم؟ زمانی که بولتون بود و یه سری سناتورا دور ترامپ بودن، اونجا شناختم چجوری داره اون پشت خنجر میزنه با لبخندی بسیار زیبا که آخری گفت همونم من حسینی. یعنی تو سایتشون نوشتن حسینی و ریستارت تروریستن. من مجاهدین خلق رو در لابلای تظاهرات موسوم به 96 دیماه شناختم. من مجاهدین خلق رو در حمله به دراویش گنابادی شناختم. در زدن اکانت های فیک کمدی از اتاق اشرف به نام عرفان حلقه شناختم. در نفوذ لای شبکه های سنی مذهب شناختم. و تلاش مجاهدین این بود که وحدت وجودی ها رو بپاشونه تا پشت ریستارت نباشن که بودن. من اصلاح طلبا رو زمانی شناختم که 5 سال بیرون بودم تو خارج از کشور، نون بازیمو داشتم میخوردم، زمین و زندگیمو تو ایران گرفته بودن. تو رسانه هاشون هیچی از من نگفتن، اما جنبش 88 که شد زنگ زدن وایس آف امریکا که زنگ بزنید حسینی خوب قدرتیه تو بیان، اونو بیارین پشت میر حسین و کربی تمومه میترکه. که بعد اینا زنگ زدن میخوایم با شما مصاحبه کنیم. گفتم بیا مصاحبه داری بیا آمریکا، من اینجا که منو میکشتن تو قبرس که FBI چک من که 11 سال تو 11 ماه طول کشید ندادن، یهو یه شبه گفتن حسینی FBI چکش تموم شد برو آمریکا، که منم اومدم. یعنی تا زمانی که به من احتیاج نداشتن سکوت کرده. من اونجا شناختم. من رضا پهلوی رو در جلسات بین فرقه اسماعیلیه شناختم. در تولید فرشگر و دزدیدن حرفای سیاسی من و پخش اون به نام خودشون
جمهوری اسلامی رو از کجا شناختم؟ از زمانی که خواهر خامنه‌ای رفت عراق و پناهنده شد، ولی برگشت خاشقی هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی خواهرش رفت عراق پیش صدام حسین، تازه فهمید که صدام و خامنه‌ای رفیق صمیمی هستند، جفتش مال حزب بعثن. کی جای صدام لو داد؟ خود جمهوری اسلامی، چون صدام فقط به جمهوری اسلامی، یعنی به خامنه‌ای اینا، به تیمشون، به کنان داشت، جفتشون مال حزب بعث بودن که حکومت رو گرفتن. یعنی صدام جنگی رو راه انداخت تا هاشمی و خامنه‌ای به قدرتشون که رسیدن تداوم پیدا کنن و قوی شن. حالا چرا مجاهدین اونجا بودن؟ آقا حسینی فرح اونجا بود، بنی صدر هم اونجا بود، بنی صدر هم بودن مجاهد این فرح، کل اونجا همه اون تو هم. آقا حسینی جون حسینی یه بار این حزب بعث و اینا رو توضیح بده برای بعدها. آف کورس توضیح دادم، ولی باید تو بگم خیلی اسرار هست که شما هنوز نمیدونید. اینا رو شناختم اینجوری، علیکی حرف نمیدارم که. مایک پنس رو میدونی کجا شناختم؟ زمان انتخابات آمریکا، وسط پارلمان. مهم نیست اصلا، آدم خوب گوش بودم، ابو موسی اشعریه. چرا؟ برای اینکه وسط انتخابات قرار بود که مایک پنس عدالت رو برقرار کنه، ببینه آیا این رأی ها تقلب شده یا نشد. گفت من 4 تا ایالت باطل نمیخوانم. گفتیم اشکال نداره، آدم خوبیه، نمیخواد باطل کنه. گفت قانون. گفتیم اوکی، خیلی آدم خوبیه، من برخلاف طرفدارای ترامپ چقدر آدم با مرامی ام. گفتم آدم خوبیه، دوست نداره این کارو کنه، مال خودش دیگه، نمیخوام ماشینمو بدم. ناراحت نشدم. میدونی کجا ناراحت شدم؟ زمانی که وسط انتخابات یکی از اون کنگرسمنا مال اون ایالته پنس بهش گفتش که شما اعتراض داری؟ گفت بله من اعتراض داشتم، اما یک سناتوری که امضا کرده بود امضاشو پس گرفت چون به کنگره حمله شد. یعنی من اگه اونجا بودم، یا امپراتوری کوروش بود، ارتش رو میفرستادیم میگرفتن اولا. یعنی مایک پنس اگه عادل بود اونجا باید میگفتش که خب اوکی، ما قراره که رأی عدالت مردم رو برقرار کنیم، ما هنوز نمیدونیم کی به کنگره حمله کرده، این مال پروسه بعدیه، چون سناتور شما رأیشو پس گرفته این ایالت باطل میکنه. من میگم آدم خوبیه، الان نمیگم آدم خوبیه، پاتریوته، ولی ابو موسی اشعریه، انگشتر ترامپو در آورد، کرد تو دست بایدن. دیدید که ما تو آخرین لحظه ما ترامپ دفاع کردیم، زمینی دفاع کردیم، میگه همه چیزی میدونستیم، ولی باید دفاع کنی تو زمینی، شوخی نداره، باید تلاشتو بکنی. بعد همه مردم میدونن که میرن بیرون شب نمیگرن خونه، ولی میرن کار میگن، تلاش میکنن، زمینی باید تلاش کنی. و مرامون نشیدیم که آقا رفیقیم و حق ترامپو خوردن، هرچند که باید میخوردن و ترامپ نمیخواست رئیس جمهور شه برای بعدن یه اتفاقاتی که میفهمید، ولی به هر حال خوردن دیگه، حقشو خوردن. میخوام بگم که از فوتون ها میشه افکار آدم ها رو فهمید. مرد بشین یه بار، دروغ نگید. یارای من تکلیفش معلومه، میگن آقا حسین دروغ نمیگه، حداقل هر چی هست به خودش، هر چی هست میگه. شما چجوری یارای خودتو میخواد توجیه کنی؟ آقا حسینی الان چیکار کنیم؟ اشتباه کردیم. الان فقط میتونی حزب باشین، 3-4 تا من میگیرم برای تغییر رژیم، میان دادگاه امپراتوری کوروش. اما افرادتون کار ندارم، با طرفداراتون ممکنه کار نداشته باشم، ولی هر کسی که دستش به خون و پول مردم آلوده است میگیرم. و دشمنی شماها با من سر دو جمله ساده است: یک، قراردادهای قاجاری شاه جمهوری اسلامی رو بعد از امپراتوری کوروش یک طرف لغو کنه. گیر اینجاست. دو، تبدیل نام ایران به پرشیا، امپراتوری کوروش. گیر دوم شما اینجاست.
و یعنی شما میدید که من خمینی دوم نیستم. برای اینکه حکومت کنم باید التماس کنم، من وقتشو دارم نه حالشو دارم. من هر کی تو سیاست رو لجن کسافت میدونستم، الان لجن و کسافت میدونم در لابلای سطور تاریخ خوب میشناسمتون. من پشت کلمات فوتونهایی رو میابم که راز رو اونجا فاش میکنم. وقتی که کودتا میشه در ایران دنبال شاه نمیدوم چه کار کرد، نگاه میکنم که شاه بعد از فرار از ایران به کدوم کشور رفت. میبینم که به عراق رفت، اونجا چک میکنم میبینم عراق پادشاهی بوده و زیر مجموعه انگلستان، پس شاه انگلیسی بوده. درست زمانی که شاه رو تخت بیمارستان در حال مرگه میبینیم فرح دوباره به عراق میرود. در سطور تاریخ اونجا رو چک میکنیم و میبینیم که فرح با صدام حسین جلسه میذاره، چون صدام حزب بعث خامنه ای، حزب بعث فرح، و برنامه ریزی میکنن برای تغییر رژیم و اووردن فرح به عنوان ملکه، که همه چی به هم میرسه. دو سه بار در طول تاریخ مجاهدین که 120 سال قدمت دارن، نه 50 سال، از مشروطه اینا طلبکارن، قاندان قاجارن. دو سه بار قاجاریه و پهلوی و کشورها و رسانه ها تلاش کردن تا تصوف مهره خودش را به قدرت نرساند و تصوف مهره خود را به قدرت رساند. یه مش متوهم سیاسی در جهان وجود داره که با پول فکر میکنن آدم مهمیه. شطرنج بلد نیستی آجی. یه بیت شعر شاه نعمت الله بعدی میگه که خیلی قشنگه، میگه پادشاه تمام دانایی. بعضی خیلی خرن، فکر میکنن که خود پادشاه تمام داناییه، نمیدن تمام دانایی رو یکی دیگه میده، قرار باشه بده. نشانه آن را در بچه های 15 ساله اسماعیل صفوی میتوان یافت، در کوروش احمق نازک لاغر که حکومت امپراتوری ترس میکند میتوان یافت توسط دانیال نبی. به تاریخ برگرد، کسی که خشتکش نمیتوانست بکشد بالا و برای غذا به دنبال خونه ها میگشت تا لقمه نانی به دست به کف آورد و با غفلت بخورد، به نام رضا شاه رو به قدرت رسوند. اون موقع هم قاجاریه خیلی تلاش کردن، اما راز رو ایلج میرزا فاش میکنه. میگه احمد شاه ریاستی بود، حکومت رو ول کرد، داد به یک ریاستی بعدی. درسته. آه، پس یعنی الان هم در سران مملکت احتمالاً ریاستی هایی وجود دارن که حاضرن حکومت رو ول کنن بدن ریاستی بعدی. فقط ما هستیم که به سادگی میتونیم در ایران کودتا کنیم. میفرند ما همه کار میتونیم بکنیم، داریم قربان میکنیم کاری که ترامپ در انتخابات کرد. قربان، I love it. قربان، I love it. ما فقط برای ریاستی ها ثابت نکردیم، این آزمایش برای ریاستی ها نبود، برای همه بود، برای همه. داستان رو بعد از جایی شروع کنم که با دو خط موازی داستان شما رو به یک نقطه و یک فصل مشترک برسونم، تا هم نقطه اکستریموم خوب بفهمی، هم نقطه مینیموم و هم نقطه ماکسیموم. وقتی من وارد واشنگتن شدم،
شما ایرانی ها اولا از وقتی که من وارد واشنگتن شدم تا الان مینیمم باید هر زمانی که دلتون خواست من بیام حرف بزنم میلیون ها دلار تو حسابم بریزید. میدونی چرا؟ چون من توی این مسیر که اومدم همه اپوزیسیون ها رو دیگه میشناسم، همه آدم ها رو دیگه میشناسم، همه رابط های اینها رو میدونم کیه. یعنی شما حتی اگر بخون از من اطلاعات بگیرین، یعنی کشور دادین دست شنگربنگ گرفته، فرق نمیکنه هر کی گرفته، زنگ بعد بزنین آ حسینی میشه لیست این مجاهدین بگین کجا پول میخورن با کیان چیکار میکنن؟ اطلاعات قوی دارم دیگه، یعنی حداقل یک مخزن اطلاعاتم. کم ایرانی میدونم، هم خطوط قرمز و آبی و زرد و بنفش ایرانی میشناسم و هم مطالب بیرون رو. و یادتون باشه من جز به آدم هستی که مرامنامه دارم. میدونی یعنی چی؟ یعنی به آدم باهوش که دشمن من هم بوده هیچ وقت توهین نکردم. مریم رجبی رو هی کردم تو دستشویی در آوردم، اما هیچ وقت راجع به مسعود رجبی حرف نزدم. چرا؟ چون مسعود رجبی دشمن منه ولی با سواد بود، یه اپوزیسیون درست کرد با یک ایدئولوژی غلط، اینا شو کار ندیم، تونست این گروه تا اینجا بیاره. مریم رجبی اینا دارن از نونی که مسعود رجبی پخت میخورن هنوز، یعنی اینقدر حداقل هوش داشت. هیچ وقت به هویدا حمله نکردم، افکارمون هم شبیه نیست. هیچ وقت به میرحسین کروبی حمله نکردم، حداقل گفتم آقا اینا تا وقتی توی اون زندانن احترام براشون قائل باش. مرامنامه دارم، منظورم اینه. هیچ وقت به مطهری حمله نکردم، اصلا افکارمون شبیه نیست. ولی برای خودم نوشتم، گفتم آقا دشمنتم بود اگر باهوش بود، اگر با سواد بود احترام بذار، و گذاشتم. اگر راجع به رضا حرف میزنم واقعا نمیفهمه، واقعا. ولی راجع به فرح حرف نزدم، رضا اصلا نمیفهمه، نمیفهمه واقعا. ولی راجع فرح حرف نزد، براش احترام قائل بودم. این مرامنامه من بوده. پاسخ شما ریستارتی هم برای آدم ها هر چی بوده جوابش منفی بود. روز اول تا الان چه چیزایی ما گفتیم؟ گفتیم ترکیه اونجوری میشه، مسخرتون کردن. این نه میگه ترکیه، ترکیه آقای رضا پهلوی گفته یعنی یه روزی میشه ایران مثل ترکیه شه، آزاد آباد. گفتیم آقا ترکیه مردمش بیشورن، اگه شعور داشتن این کارا رو نمی کردن، به زودی دیکتاتوری میاد روش، کودتا میشه. همه مسخرت کردن. بعد چی شد؟ بعد ما فهمیدن درست میگیم. بعد که اتفاق افتاد رو شروع کردم و رفتم. آیا مردم ایران، سیاست مداران، رسانه ها اومدن رو پاد افتادن گفتن آقا ای ریستارتی های بزرگ ما چقدر احمق بودیم نفهمیدیم؟ نه، رفتن. حالا تاریخ ویروس ارفان کرونا رو به روز گفتم، اونو بذار کنار. راجب چین که داشتم حرف زدم، این خیلی کمدیه بدونی، وقتی راجب چین حرف زدم که به زودی روابط آمریکا و چین به هم می‌ریزه، سیاستمدارهای باسواد که واقعا باسواد بودن گفتن آقا سینی هر چی گفتی تا حالا شده، ولی اینجا کاملا اشتباه کردی. چطوری تو نمی‌فهمی تریلیاردها دلار بین چین و آمریکا رابطه مالی فقط برقراره؟ حالا ولشون کن گروه‌های سیاسی رو، اشتباه کردی آقا سینی، امکان نداره چین و آمریکا درگیر شد. وقتی شد آیا مردم ایران اومدن رو پاد افتادن گریه کردن؟ گفتن شما ریستارتی ها سالها از سیاست مداران بزرگ جهان جلوترید؟ نه، بیشتر خفت کردن، صدا تو بریدن و چهار تا بزغاله براشن حرفای ما رو زدن. یعنی این تا قبلش تا ثانیه ی آخر مسخرت میکردن، بعد گذاشتن رفت. زیاد چکره مردم نباشه چی؟ به خود امید داشته باش و بدون که یه اتفاقی قراره بیفته و میفته. هر چیزی که ما در این چند سال گفتیم، پرزیدنت ترامپ اومد ثابت کرد که درست میگفتیم.
سالها زودتر از تمام رسانه‌های جهان، بچه‌های سیاستمداران جهان، مدیاهای جهان، کارشناسان جهان، گفتیم فیسبوک و اینستاگرام دارن مطالب شما رو میگن به وزارت‌های اطلاعات و سازمان امنیتی. ترامپ اومد گفت راست میگه آقا، دارن ما رو میبندن. سالها صحبت کردیم راجع به توییتر، راجع به واتساپ، راجع به سانسورها، اتفاقات. ترامپ اومد گفت آقا فقط حسینی درست میگه، دارن میبندن. بعد ترامپ رئیس جمهور نشد. شب خیلیان هشتران از اینجا شروع میشه تازه. که چه خبر بچه ها؟ ایرانی ها باید بدونید که سازمان امنیت MI6 انگلستان یه طرحی گذاشته بود و این طرح چند تا زاویه داشت، چند تاش راجع به ترامپ بود که ترامپ رئیس جمهور نشه، تقلبات بود، بررسی ها بود، آمارهاشون بود. رسما به تمام CNN، BBC، به تمام رسانه ها گفتن که راجع به موج کرونا، ویروس عرفانی کرونا سوار شید و چه کار کنید. من کاری به این ندارم، بخاطر که آمریکایی‌ها باید سوال کنن از من جوابشون رو بدم. مطلب مربوط به اوناست. راجع به کشورهای دیگه، راجع به ایران مهمه. اما راجع به ایران سه تا کار می‌خواستم بکنم. نمبر 1، می‌خواستم ریستارت پخش کنم. یعنی MI6 چند میلیارد دلار گذاشته بود که سه تا کار برای ایران، فقط راجع به ایران انجام بده. یک، ریستارت پخش کنم. یک آدمی رو پیدا کردن که سواد ریستارت داشت، خیلی هم آدم خوبی بود، موضوعم نمیدونست چون اصلا ایرانی نبود. اون انتخاب کردن، گروه های ایرانی رو هماهنگ کردن در صفحات مجازی و بعضی از اپوزیسیون ها و رضا پهلوی و مجاهدین خلق هم در این موضوع بودن که ریستارت رو پخش کنن. دیدن ریستارت داره اتفاقات رو تغییر میده در کشور، چه کنیم؟ گفتن پس باید یه بدل بیافرینیم در کنار این ریستارت و با تخریب حسینی و سانسور حسینی این ریستارت رو پخش کنیم، مردم جذب شن. گفتن خب اسراری رو حسینی تو این برنامه ریستارت میگه که هیچ جهان نیست. گفتن آقا مردم نمیفهمن که، تا بخوان یه 6 ماه تمومش میکنن. قرارها رو گذاشتن، جلسه اولشون خیلی خوب بود، جلسه دوم اون کسی که قرار بود ریستارت رو پخش کنه مرد. مرد. آدم خوبی هم بود، میشناسیدش. مرد. گفتن آقا راستی مرد؟ گفت بله مرد. گفتن اینجوری نمیشه، قسمت دو رو انجام میدیم با رضا پهلوی و مریم رجوی در دو زاویه متفاوت. مجاهدین قبول نکردن، یک تیم درست کردن به نام فرشگر. جلسه شون تموم شد به فاصله مثلا چهار مثلا 45 دقیقه، حالا من میخوام چون دروغ نگم بگو 42 دقیقه و 10 ثانیه تا 47 دقیقه و 20 ثانیه. من در تلگرام نوشتم که 40 نفر با بودجه 90 میلیون دلاری دارن شروع میکنن یک کاری رو و گروه به نام فرشگرد تولید کردن و به فرشگرد گفتن همه ی حرفای حسینی رو ور میدارید میرید تو تمام شبکه‌های خارجی و داخلی شروع میکنید زدن. اولا بی بی سی میاره شما رو، بی بی سی هم اوورد و
گفتن شما هم به بی بی سی حمله کن، کاری که حسینی کرد فقط راه حسینی رو پیش میرید، ما میخواییم بدل درست کنیم بغلش و این کاری کردن. وقتی من توی تلگرام زدم 2 ساعت گیج بودن که این خبر که اینجوری به این آدم رسیده. 4 روز بعد بی بی سی گفت شما چند نفرین؟ گفت ما 40 نفریم. 90 میلیون دلار عددشو و افرادشو گفتم و واقعا زور زدن. این کار فرشکرد قرار بود برن رو میز ترامپ و به ما ضربه بزنن و زدن. بعد از مدتی داستان نگرفت و رفتن. کار سومشون این بود که گروهی که آمریکایی ان و پشت ما هستن به نام گروه کیو، کیوانان، اینها رو یه کاری کنن که از پشت ما خارج شن. حالا من چجوری میفهمیدم اینا رو؟ خیلی ساده بود. بچه هایی که طرفدار پرزیدنت ترامپ بودن، صفحاتشون 1,500,000، 300,000، 100,000 اینا بود، ممبر داشتن، به من مسیج میدن که آقا یک از وقتی شما رو تبلیغ میکنیم هی میان به ما میگن که این جاسوس، این دزده، این فلانه، این قاتل، این تروریست، این آدم کشته، همش داره به ما یواشکی مسیج میده. گفتم که شما باید سرچ کنید ببینید درست یا نه دیگه، مگه شما گروه به این گروه بزرگی هستید؟ و گروه کیو نتونستن گروه کیو نابود کنن. چیکار کردن؟ اومدن شبیه کیو درست کردن، یعنی بدل کیو رو درست کردن. حالا گروه کیو کیان؟ جنرال فلن، ارزم حضور شما که جان اف کندیه. جان اف کندی کسی که کشتنش، تا طرفدارای مایکل جکسون که تو 50 سالگی کشتنش، گفتن بچه‌های 3 ساله دوستش باشون سکس کنه، چیزی که بعدا میخوام به منم بگم. میگن حسین عاشق دخترهای 1 ماه است بدون یه دوست رو بهش تجاوز کنه. ببین مایکل جکسون میگه من خودم سفید نکردم، من بیماری به من دادن، بعد خودشون میگن خودش سفید کرد، یعنی از دو طرف خوردن. طرفدارای اونا بودن، همشون هم پاتریوتن، همشون هم میهن پرستن، تا طرفدارای پرزیدنت ترامپ و یه سری از جمهوری خواها. یهو انگلیسید میلیون ها نفر دارن از اپوزیسیون ریاست دفاع میکنن واسه نیوز چیکار کنه. بدل درست کرد به نام کیو که میومد میگفت 19 به 11 16، نتیجه گیری های غلط میداد، کلک میزد تا بتونه چیکار کنه، تا بتونه هم توی گروه کیو و گروه های اینفووارز و گروه های دستراسی آمریکا تفرقه بندازه، هم تا ترامپ نفوذ کنه، هم ما رو نابود کنه. به ملت ایران بگه اگه میبینید 50-60 میلیون طرفدار ریستارتن تو آمریکا، اینا متوهمن. هی بی بی سی میزد کیو متوهم کی؟ تا اینجا هم مشکل نبود. مشکل از اینجا شروع شد که سازمان امنیتی انگلیس با 1 مسیج من در تلگرام ریخ به هم. و اون مسیج این بود که من نوشتم درست 1 روز به پایان رو قبل از پایان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ نوشتم که، یعنی در 19/1 نوشتم که من در جریان این بازی شما بودم و تا الان خر ما بودید، ما سوارتون شدیم. سوالی که برای سازمان امنیتی انگلیس، مجاهدین خلق، فرشگرد الان وجود داره اینه: حسینی زودتر میدونست که ما داریم این کار رو میکنیم، پس چرا بیان نکرد و چرا رو موج ما سوار شد؟ چه سودی داشت؟ جوابش 2 تا چیز ساده است. 1، اینکه شما برای اینکه منو گول بزنین، گروه کیو گول بزنین، جنرال فلان رو گول بزنید، باید شبیه سازی میکردید دیگه، یعنی باید اکانتی درست میکردین که تبلیغ ترامپ رو بکنه ولی اون پشت تخریب کنه. خب خیلی به نفع ما بود، شما یه احمق بودی، یه سری ایرانی ها بودن که بعضی ریاست میگفتن اون فلان گروه مثلا سلطنت طلبها داره تبلیغ ترامپ رو میکنه، آقا حسینی اینا تو حالا به ترامپ فوش میدادن، رضا پهلوی مخالف ترامپه، بعد چطوری تبلیغ میکنن؟ نمیدونستم موضوع چیه. اینا خرایی بودن که ما نگاه کردیم تبلیغ ترامپ بکنه خیلی خوبه،
هر خری تبلیغ ترامپ میکنه ما خوشحال میشیم. پس یکی دلیلش بود که شما داشت تبلیغ میکردید به نفع ما بود، اما دلیل مهمترش این بود که ما تنها گروهی بودیم که میخواستیم به ایران حمله نظامی شه و تنها گروهی بودیم که مخالف حمله نظامی به ایران بودیم. Of course تفونده بودیم بهتون. ما تنها گروه سیاسی بودیم که در سال 96 من طرح دادم برای پرزیدنت ترامپ. تو طرح نوشتم بین 30 تا 33 میلیارد دلار برای هزینه جنگی. آمریکایی‌ها گفتن با کمتر از اینم میشه. گفتم من در کودتا شرکت نمی‌کنم. فراخوان نمیدم. ائتلاف نمی‌کنم. از خونه بدون اجاره بندازنم بیرون میرم ولی پول نمیگیرم. من 33 میلیارد پول می‌خوام. این 30 میلیون، این 60 میلیون نمی‌خوام. طرح جنگو داده بودیم ولی میدونستیم که جنگی در کار نیست. چرا؟ چون تاریخ تغییر رژیم هنوز نرسیده. پس چرا ما سازمان MI6 رو بهشون تفوندیم؟ برای اینکه اونا هم داشتن تطبیق ترامپ میکردن و انقدر خر بودن که ما نمیخواستیم اصلا جنگ بشه. چرا؟ چون هنوز ساعت تغییر رژیم نرسیده. روزی که بوش میخواست به ایران حمله کنه، تنها گروهی که در جهان ناراحت بود ما بودیم. چرا؟ برای اینکه ما میخواستیم اول عراق بره رو هوا بعد ایران. چرا؟ چون شعرش نعمت الله ولی نمیگه. به همین خاطر تنها کسی که در فیسبوک از بوش دفاع کرد من بودم. گفتم دمت گرم آجی، زدی عراق و دادی رو هوا. چرا؟ چون اول باید خارج از ایران جنگ شه. الاغ نقشه خاورمیانه رو ما کشیدیم، بقیه خر ما هم دارن تصمیم گیری میکنن، فکر میکنن، دارن فکر میکنن. 800 سال پیش کشیدیم. اون وقت تو بزغاله MI6 گوهت فکر میکنه که الان بلند میشه میاد اینجا و به بوش فشار میاره حمله کنه ایران. بیا، چرا نکرد؟ نمیتونه. شعر بیت به بیتش انجام میشه. تاریخ تغییر رژیم تاریخیست که من گفتم و همون روز میشه. مثل تاریخ ویروس عرفانی کرونا، همون روز شد، یه روز قبل نشد. آخه کرونا بوده، سالها هست، سرطان هست، ولی ننت برای سرطان وقتی گفتم میمیره میمیره. چرا پس ترامپ از مجاهدین دفاع کرد؟ چرا از کودتاهای شما در 98 دفاع نکرد؟ از رضا پهلوی دفاع نکرد؟ و چرا جنگ نکرد؟ برای اینکه ترامپ میدونست که اگر از کودتا دفاع کنه مجاهدین به قدرت میرسن و یا رضا پهلوی و کودتا میشه تو ایران. و ترامپ چون پاتریوت نمیخواست این اتفاق بیفته، نمیخواست کاری کنه کمچین اتفاقی بیفته. اگر میخواست در کودتا شرکت کنه و کاری کنه که مردم ایرانو بهشون بتپونه و یه خر بره یه خرتر بیاد، که اولین کسی که باید بهش رسانه میداد من بودم، که چون من فقط میتونستم این کارو بکنم اون تو. پس چرا در کودتا شرکت نکردیم؟ من ترامپ پمپئو، چون نمیخواستیم کودتا شه.
و چرا با جنگ مخالف بودیم؟ چون تاریخش هنوز نرسیده. ایرانی ها نمیدونن، تو که میدونی. مثال کوچیک برای ملت ایران، دور ترامپ بالای 40-45 نفر از مهرهای مجاهدین خلق بود. تو فقط بولتون شنیدی، یعنی یه ترامپ یه میز داشت اینقدر مجاهدین خلق بودن، لابلاش هم چند تا وزق میپریدن به نام فرشکر که مال رضا پهلوی اینا بودن و بسته میپریدن. رضا گفت آقا شما جمع شنیم در فرشکر دیمان اینجا که بینید خط بکشن دیگه. تا سال 96 تیم ترامپ هم روی ما یک وسیله نگاه میکرد، چون بهش گفته بودن مجاهدین، بهش گفتن آقا حسینی مال ماه، شما من معروف و بزرگیه و میخواد رژیم عوض بشه، ولی مهره ماه، نه اینکه مهره ما باشه، مال ماه. ما بهش بگیم نه، میگه چشم. و من در توییتر، در فیس، در تلگرام همش می نوشتم، گفتم پمپا اومد، جنرال فلان داره میاد. و اومد. چهار سال مجاهدین مطمئن بودن جنگ میشه، مطمئن بودن رژیم عوض میکنه. بولتون گفت 40 سالگیشو نمیبینه و منم گفتم نمیبینه آجی، رژیم دیگه 40 سالگیشو نمیبینه. چهار سال مجاهدین خلق مطمئن بودن رژیم عوض میشه، کودتا میکنن و قیام میکنن، مملکتو میگیرن. 40 سال دنبالشن. کسی که مطمئن بود رژیم ایران عوض میشه رضا پهلوی بود، مطمئن بود، پادشاهی پارلمانی هماهنگ بود اون پشت. برای چی رضا میگفت من حکومت نمیخوام؟ برای اینکه مجاهدین گفتن زیر بزنی نمیذاریم بیای بالا، شما پارلمانی. کی نذاشت اینا کودتا کنن و کشور رو بگیرن؟ من، ترامپ، پمپاو. تپوندیم بهتون. نوازشی شده سوفیسم گفت نمیشه رژیم عوض نمیشه. آقای حسینی، رژیم طبق گفته شاه نعمت الله ولی تاریخش شما میدونید. گفتم قربان من نمیخوام مثل یونس باشیم، مردم بره رو هوا، نمیخوایم. و بعد زورمونه بزنیم و 2,000-3,000 نفر رو بگیریم و کشور رو عوض کنیم. گفت نمیشه، ولی چون داری التماس میکنیم برای اینکه بفهمی کشم برو جلو. 96 یک پوان بود که سوفیسم داد و منم مردونه اومدم وسط، آستینا رو زدم بالا برای اینکه مردم بکشتن نشن، بیشتر کشته نشن. گروه شرودینگر رو واس کردم اونجا، دیدم که آقا زنده است و میشه. قیام کردیم وسط جنگ. خیانت ها شروع شد. رضا پهلوی که اصلا فراخوان نداده بود توسط مجاهدین خلق فاکس نیوز میرود. ای مرد بزرگ شاپات شاه پارلمانی. آقای زم که به من زنگ زد گفت آقا حسینی من خواب دیدم ریستارتی هم، چی کار کنم؟ میخوام برم با فرهودی صحبت کنم بگم دیگه ریستارتی هم. گفتم نمیخواد شما بگی. گفت میخوام تو به من مطمئن شی، اطمینان کنی. گفتم مهم نیست، هر کی بگه من ریستارتی هم بهش احترام میذارم، نمیخواد بری جار نزن. گفت میخوام از فردا دیگه بگم شما
خطری سال آلترناتیو. واقعا هم همین آقای حسینی، واقعا هم همین، شما نیرو داری، شما قدرتمندی. گفتم من قدرتمند نیستم. حتی رسانه‌های خارجی هم که زنگ زدم گفتن همه میگن شما این کارو کردین. گفتم نه، همه تلاش کردن. این افتادگی بیش از حد احمقانه. بقوله برادرم گفت تو شاه مهربونی، اینجا مهربونی نمیخواد. بگو من کردم. میگم بعد چی شد؟ بعد وسط 96 که وندتاهای ما که ریستارتی ها که هر کدوم میلیارد ها قیمتشونه، وسط دارن گرفته میشن، کشته میشن، مردم دارن میرن رو هوا، اینا داشتن تقسیم قوا میکردن، کوه احد رو دور زده بودن. ما گفتیم اونجا وایسی نمیدید، مجاهدین نیستن. آجی کجا این شما؟ هستیم ما. آقا رضا کجا میری؟ فاکس شما رو چی فاکس میری؟ مجاهدین. آقا مجاهدین من شما نبودیم، ما هم دشمنیم. بله بودن. خب ما دا قوابت پره چی؟ کجا داره میریش با هم دیگه؟ چون زمانی بود که رسید به جایی که گفتم رژیم عوض شد. حسینی کیه؟ فرمان بازگشت ریستارتی ها رو صادر کردم. اینا فکر میکنن که حسینی داره این کار رو میکنه، نمیدونن سوفیسم داره میکنه. من رفتم عقب، همه اومدن عقب، سوفیسم مونده یه شستش به سمت شما. خب پس چرا رژیم عوض نشد؟ شما الان باید به مردم توضیح بدین. 4 سال دیگه بهتر ترامپ نبود که، پرزیدنت ترامپ بود دیگه. ما مخشه زدیم، فلن زد، مارک پمپاو زد، تو حساب منه چک میگردی که توش پوله یا نه؟ حسینی تلویزیون نره، پس رو میزیست. ما خود میز بودیم حاجی، ما رو میز نبودیم. پس رژیم عوض نشد. آب بولتون، مجاهدین، سناتورهای چسبیده به ترامپ، رژیم عوض نشد. 40 سالگیشم دید. ختم مادر قوام اینو میخوای بدونی؟ تو دانشگاه اصفهان شطرنج که بازی میکردم به نفرم مقابل میگفتم نهمین حرکت ماتی. بچه ها گفتن نگو. میگفتم و ماتش میکردم. اون موقع تو نمیفهمیدی آنپاس چیه. ما آنپاس میزدیم. اون موقع حرام بود به قول خمینی شطرنج. ما آنپاس ها میدونستیم چیه. تو بزغاله بکری مثلا الان میریزی کیو درست میکنی برای خودتا، 5000 تا کیو درست میکنی که کیو اصلی رو ببری زیر سوال و بعدم بگی تروریست بگیری و ما هم بگیری. آقای رضا پهلوی پادشاه پارلمانی نشد، درسته؟ نشد. یه طرح دیگه بیشتر شما ندارید. من 3 ماه کشتی کار کردم، سالتو هم بلدم، فن کمر هم بلدم، ولی یه بدلی برات میزنم که لای کشو کشین کاراته یاد بگیریم. وسط کشتی بدل میزنم بسید که کشو کشین کاراته یاد بگیریم. پس 4 سالگی شد دیدن و رژیم عوض نشد و رضا پهلوی شاه نشد. این همه فرشگرد و 90 میلیون دلار پول و اونا فقط میلیارد ها دلار پول خرج شد و MI6 فکر میکرد که ترامپ نباید رئیس جمهور شه. اگر رئیس جمهور بشه رژیم حمله میکنن. الان 4 سال وقتش حمله کنه، ترامپ تو شب آخر هم میتونه حمله کنه. یه چیزی دیگه هم بخندی، ترامپ میتونه زنگ بزنه به 2-3 نفر جمهوری خواه رو بشونه، جمهوری خواه رو بشونه و بهشون بگه که اون 4 تا یارو رو باطل کن. ولی مشاورش میگه به اینا حمله کنید. راز مهم انتخابات آمریکا در یک جمله این بود که ترامپ اصلا نمیخواست رئیس جمهور شه.
ترامپ تا آخرین روزها میتوانست رئیس جمهور شه با یک جنگ ساده. چرا جنگ نکرد؟ چون وقتش نرسیده بود. ترامپ بین بیداری آمریکایی‌ها، مردم آمریکا و دادن دانش سیاسی مردم آمریکا و بالا بردن سطح شعور سیاسی مردم آمریکا و ریاست جمهوری اولی رو انتخاب کرد، خودش رو فدا کرد تا مردمش بیدار شن و آمریکا رو گریت اگین کنه. ترامپ هنوز هست، گامبیشا هنوز ادامه داره، تازه بعد از اینکه ایران ریستارت میشه و به پرشیا تبدیل میشه به کمک همدیگر کشور بعدی رو نجات خواهیم داد. پاتریوت ها باید حکومت های جهان رو به دست بگیرن. مای فرند، و میگیرن. مای فرند، ما 20 میلیون تو ایران طرفدار داشتیم، الان 5-6 میلیونشون خاموشن، منتظرن، منتظر یه جرقن، ولی ما میگیم مثلا 5-6 میلیون هم نیستن، 15 میلیونن. خارج از کشور 20 هزار تا یار داشتیم رفیق، ما الان خارج از کشور 100 میلیون رو یار داریم، وسط برزیل، وسط فرانسه، تو آلمان، همه پاتریوت های جهان پشت ما هن، کیوانان که میبینی، هر ویدئویی که میذاشم 2 میلیون ویو میخورد، طرفدارای جان اف کندی محکم پشت ما وایسادن، این گروه عظیم پاتریوت در آمریکا حالا یک اپوزیسیون رو دوست داره که روی میز قدرت ایران ببینه و اون اپوزیسیون میلیونیه. ریستارت مای فرند، اشتباه کردید، ایرانی ها نمیدونستن وقتی وارد واشنگتن شدم یک سوال همیشه مغز منو مغشوش میکرد و اون اینه که چطوری مجاهدین تو رو سانسور کردن، رضا پهلوی تو رو سانسور کرد، اصلاح طلب ها سانسور کردن، بی بی سی سانسور کرد، رادیو فردا سانسور کرد، وایس آف امریکا سانسور کرد، اصولگرا سانسور کرد، سپاه سانسور کرد، انگلیس سانسور کرد، آلمان سانسور کرد. حسین، این راز رو کشف کن، در شب بخیر ایران 89 برای مردم ایران توضیح بده چه رازی پشت اینه. و جواب، یک جواب بسیار ساده است، حکومت ایران دست یک گروه نیست، هموطن یک اتاق فکری اون بالا داره که تو اون اتاق فکر از هر سازمان امنیتی هر کشوری 2-3 نفر توشن، هر کشوری تو اون اتاق بیشتر عضو داره، قوی تر. انگلیسی ها یک روحانی دارن که الان گذاشتن اونجا و رهبر که خرکیه، هیچ کس نمیتونه روحانی رو بکشه چون قانون اون اتاقه که همدیگر رو نمیکشیم. مثل انرژیم، از حالتی به حالتی تبدیل میشیم ولی نابود نمیشیم. یعنی وقتی حجاریانو میزنن اون اتاق اوکی داده، بزن. برای اینکه بفهمیم مملکت دست کیه، فیلم قطار سری و سیر پوارو رو حتما ببین. خانواده ای که دارن کشور ایران را تیک پاره میکنن و مردم ایران را میکشن، هر کدوم یک چاقو دارن به جسد ایران میزنن. این خانواده ای عضو داره به نام سلطنت طلب، نفر بعدی که خواهرشه مریم رجویه، اون یکی برادر جمهوری اسلامیه، اون یکی که داره چاقو رو میزنه
اصولگراست، اون یکی چپه، اون یکی راست، یکیش مال انگلیس، یکیش مال فرانسه است. همه با همین چاقو رو میزنن که گیر نیافتن. و میخوان داستان فیلمنامه پوارا رو عوض کنن. اما امروز 1 فوریه 2021 اینا همشون با همن و کسی که داره اون وسط کشته میشه جسد ایران است. چه شما ایرانی ها بخواین و چه نخواین، حکومت آینده ایران تو دستای منه. خواهیم دید میفر. بدرود. برای پروانه شدن وقتش از پیل پرید، وقتش نقش تازه ای رو بوم زندگی کشید. زمان نوزایی ماست تو کور راه سرنوشت، وقتش سرنوشت رو دوباره از سرش نوشت. برای یک فصل جدید بگو که آماده شدی، اگه نه که نگاه کن هنوز تو پیله خودی. نگاه کن تو این زمان، وقتی جهان رو برده آب، کیا هنوز نفهمیدن، ببین کیا رو برده خواب. همیشه کی بوده همین قصه تو تاریخ زمین، چشاتو باز کن به این